امروز شنبه 21 خرداد 1401 مصادف است با 11 همه زی قعده 1443 قمری سار روز ولادت سراسر نور حضرت امام رضا علیه السلام است ولادت سراسر نور هشتمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت علی ابن موسر رضا علیه, علیه ما سلام را به ساحت مقدس حضرت مهدی موعود عجل الله فرجه و همه شما بیننده های محترم اخبار شیعه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله نام حضرت امام رضا علیه السلام را به عنوان هشتمین جانشین خود که از جانب خدای متعال به این جایگاه منصوب شده است ذکر کردند حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در سال 148 قمری متولد شدند و مشهورترین لقب ایشان رضا است ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام تمامی حرم های اهل بیت به غیر از حرم ائمه بقی در مدینه شاهد حضور پرشور پیروان خاتم الانبیا و خاندان پاک ایشان است همچنین تمامی مراکز و مؤسسه های مرتبط با دفاتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در سراسر جهان نیز با برگزاری مجالس شادی به روشنگری درباره سیره عمل کرد و بازخانی روایات رضوی پرداختند. شیعیان و پیروان خاندان پاک خاتم الانبیا در طول دهه بزرگ داشته میلاد حضرت امام رضا علیه السلام به ویژه امروز یازدهم زیقاده در سال روز ولادت آن حضرت با اقامه و شرکت در مجالس شادی بیش از پیش نسبت به فرمایشات حضرت امام رضا علیه السلام آگاه می شوند و این مناسبت با شکوه را گرامی میدارند. در سال روز ولادت سراسر نور حضرت امام رضا علیه السلام علما فضلا و عموم مؤمنان با حضور در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس قوم این مناسبت را به معظم الله تبریک گفتند آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامزلو میفرمایند عموم مؤمنان به ویژه کسانی که به زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف میشوند باید بدانند امام معصوم کسی است که خدا تمام نیروهای هستی را در اراده او قرار داده است و در مورد آنان فرموده است مشیت الهی در امور گوناگون نزد شما فرود میآید و از خانه هایتان صادر می شود. علی اکبری، اخبار شیعه.